حیات وحش، محیطی پر از انواع حیوانات وحشی. اما در بین این حیوانات وحشی ترینشون کدومه؟ خرس؟ ببر؟ کوسه؟ کدوم یکی؟ هیچ کدوم. وحشی ترینشون ایشونه. اصلاً رحم به دلش وجود نداره. سگ وحشی آفریقایی، یا به انگلیسی African Wild Dog. اسم علمی این حیوان لایکین پیکتوسه. این موجود یک سگسانه، ولی هیچ ربطی به سگسانهای دیگه نداره. یک موجود بی‌رحم، خشن و دوست داره به وحشتناکترین روش تومشو بکشه. فکر نکنید جثه بزرگی هم دارن. مثل یک سگ متوسطه، بین 25 تا 35 کیلو. قدرت این موجود سبک در اتحادشونه. اونها هیچ موقع تنها نیستن، لشکرکشی میکنن. حداقل 5 تا که میتونه گروهشون تا بیشتر از 20 تا هم برسه. همشون هم شبیه همن، یعنی هر کسی هم ببینه میفهمه که این سگ وحشی آفریقاییه و مثل سگسانهای دیگه نیست که مثلا گرگو به جای سگ اشتباه بگیری. گوشاشون هم با سگسانهای دیگه فرق داره، دایره ماننده و مثل سگسانهای دیگه تیز نیستش. هر جا میخوان برن همه با هم میرن، شکار میخوان بکنن با همن، وقتی هم بیکارن میشینن دور هم دیگه میشینن. یعنی اصلا نمیتونن تنهایی باشن، چون به شدت موجودات اجتماعی هستن. یک نشونه دیگه‌ای که میشه این سگ رو تشخیص داد، دمشه. دمش یه چیزی مابین سگ معمولی و روباهه. اولش نازکه و بعد در انتها پشمالو میشه. اگر یک همچین صحنه‌ای رو جلوی چشتون دیدین و سلاح ندارین و کمکی هم ندارین، دیگه باید خودتون رو مرده حساب کنین. اونم نه یک مرگ راحت، زجر کش میکنه. مثلا یک ببر یا یک شیر وقتی به یک حیوان دیگه حمله میکنه، گردنشو میگیره که اول بکشتش بعد بخورتش. اما اینها برعکسن، دوست دارن زنده زنده بخورن. گوشت تازه رو خیلی دوست دارن. بیچاره حیوانی که گیر اینها بیفته، تکه تکه ازش میکنه. شاید بگین کفتارم همین جوریه، کفتارم این کارا رو میکنه، ولی این خیلی بدتر از اونه. اگر کلیپ کفتار رو دیده باشین، میدونید که کفتار بیشتر لاشه خوره و کمتر موجود زنده رو شکار میکنه. ولی اینها نه، همونطور که گفتیم گوشت تازه دوست دارن. این نقشه محل زندگی اینهاست که فقط هم در آفریقا وجود دارن. از زیر صحرای آفریقا میشه پیداشون کرد و تا آفریقای جنوبی امتداد داره. اما بیشترین جمعیتشون تو بوتسوانا، زیمبابوه و موزامبیک پیدا میشن. سگ وحشی آفریقایی دوست داره در بیشه‌زارها زندگی کنه، مثل کفتارها که در کنار شیرها و شغالها زندگی میکنن. اما اینجوری نیستش که اگر بری تو جنگل اینها نیستن. امکانش که اونجا هم باشه هست. حتی تو آفریقا میای شمالتر و به مناطق بارانی میرسی، بازم اینها رو میتونی پیدا کنی. ولی بیشتر جمعیت در بیشه‌زارها. اینها علاقه به خوردن آدم ندارن. غذای مورد علاقه شون آهو و کل و بز وحشی و اینجور چیزاست. اما اگر انسان هم جلوشون سبز شه، رو درواسی نمی کنن و تصمیم میگیرن که خدمتش برسن. اهالی آفریقا به خوبی میدونن که تو منطقه اینها به راحتی نمیشه رفت. بایستی مجهز باشی و تنها هم نباشی، چون اینها خیلی هم باهوشن. وقتی تعداد انسانها رو ببینن متوجه میشن که شوخی بردار نیست. این موجود یکی از پر استقامت ترین شکارچی هاست و صبور هم هست و اگر ببینه شکارش داره از دستش در میره، راحتش میذاره و فقط دنبالش میره و میدونه بالاخره نفسش تموم میشه. کیلومترها دنبال شکار میره، ولی وقتی نفسش تموم شد و انرژی نمونده که بتونه ادامه بده، اون موقع باید با چشمهای خودش ببینه که تکه تکه از گوشت تنشو میکنن و میخورن.
در بین این سگ‌ها جفت و خانواده وجود نداره. هر کی هر کیه، فقط بچه دار میشن و بچه میزن. دیگه این مال کدوم جفته، این مال کدوم جفته معلوم نیست. و جالب اینه که بچه‌هاشون هم گروهی نگه می‌دارن و برخلاف خرس که هیچ موقع پدر تو خانواده باقی نمیمونه، اینها همه دست جمعی با همدیگه بچه رو بزرگ میکنن و ارتششون رو قدرتمندتر میکنن. برای همین هم هست که درصد بالایی از بچه هاشون بزرگ میشن، برعکس سکسان های دیگه که تو همون نوزادی از بین میرن. ماده های اینها بیشترین تعداد فرزند رو تو هر نوبت به دنیا میارن. حدود 70 روز دوران حاملگیشونه و بین 6 تا 16 تا توله به دنیا میارن. سگ هم زیاد میزاد ولی نه اینقدر. سگ حد اکثر 6-7 تاست، نه دیگه 16 تا. این وحشی ترین حیوان وحشی با بچه هاشون خیلی مهربون رفتار میکنن و نمیذارن آب تو دلش تکون بخوره تا بزرگ شه بتونه بجنگه. یک آفت بزرگی که تو این حیوان افتاده و جمعیتشون رو به خطر انداخته، بیماری هاریه. بیماری که کلیپش در چیزومیز وجود داره. در بین اینها هاری زیاد وجود داره. هاری هم که میدونید بعد از یه مدت میکشتشون. برای همین هم هست که جمعیت سگهای وحشی آفریقایی در خطره و احتمال انقراض داره. و دلیل اصلیش هم بیماری هاریه. هر حیوان دیگه هم گاز بگیرم اونم هار میشه. البته دیگه مهم نیست، چون اون زنده نمیمونه که هار بشه یا هار نشه. دندونهای سگ یا گرگو اگر دیده باشین میبینید که دندونهای منظم و ردیف پشت سر همه، اما دندونهای سگ وحشی آفریقایی نامنظمه و وقتی به دندوناش نگاه میکنین اصلا وحشت رو میشه حس کرد. و تازه دندونها به کنار، فکش از تمام سگسانهای دیگه پرقدرت‌تره. دندونهاشو یه جورایی با دندونهای کوسه مقایسه میکنن، چون به جای اینکه گوشت رو بکنه، گوشت رو پاره میکنه و جدا میکنه، جوری که برای شکار دردناکتر میشه و اون موقعیه که این خودش داره لذت میبره. پژوهشگران درصد موفقیت شکار درندگان رو اندازه‌گیری کردن. فکر میکنید موفق ترین شکارچی درنده دنیا کیه؟ شیره؟ ببره؟ گرگه؟ هیچ کدوم. این عالی جنابه، سنجاقک، که کلیپش در آنتن وجود داره. این 95% شکارهاش به موفقیت میرسه. البته باید بدونید که خیلی درنده مفیدیه و آفتها و حشرات موذی رو میخوره. موفق ترین شکارچی درون آبها هم اسب دریاییه، همین موجود کوچیک. اما اگر بخوایم دومین شکارچی موفق خشکی رو بشناسیم، سگ وحشی آفریقایی که 80% شکارهاش موفقن. اگر یادتون باشه، کفتار هیچ موقع رئیس نر نداره که به رئیساشون میگن آلفا. تمام آلفاهای کفتار مادن. اما در سگ وحشی آفریقایی آلفاها بیشتر مواقع نرن. 1% کمی هم بعضی وقتا ماده های پیدا میشن که رئیسن. این داستان تو سگسان های دیگه هم پیدا نمیشه. مثلا گرگ های آلفا همیشه نرن. در بین سگ ها هم همینطوره. البته شغال و روباه که زیاد گروهی زندگی نمی کنن، هم نر آلفا داریم هم ماده. این سگسان به قدری پر استقامته که میتونه کیلومترها با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بدوه و نفس کم نیاره. اصلا این به شکلی فرگشت کرده که بیشتر از حیوانات دیگه بدوه و همیشه اونها نفس کم بیارن و این بگیرتشون. 80% موفقیت در شکارش هم به خاطر همینه. این سگسان به قدری توهم با هم بچه دار شدن که مشکلات ژنتیکی فراوانی دارن. یک مریضی کوچیک میکشتشون. انقدر اینا توهم بچه دار شدن که قیافه هاشون همه شده یه شکل. خیلی کم میتونی بینشون فرق بذاری. ولی سگسان های دیگه اصلا اینطوری نیستن. انواع و اقسام گرگ وجود داره، شغال وجود داره، روباه وجود داره یا همین سگ های مهربان خودمون. حالا دشمنان این کدوم موجوداتن؟ دو تا موجود هست که به اینها حمله میکنن.
یکی انسانه که بالاخره اگر مجهز باشه به راحتی میکشتشون. دومین موجودی که از اینها متنفره شیره. میدونید که توی شیرها همیشه ماده ها شکار میکنن، اما ببینید این نوع سگها چقدر بین شیرها منفورن که شیر نرم بهشون حمله میکنن و این نشون میده که به شدت عصبانیه. از دور که نگاه میکنی فکر میکنی تو دلش چند تا ناسزا هم به اینها میگه. خلاصه اینو میتونیم بگیم هم وحشی ترین موجود زمین و هم مهربان ترین اونها سگسانه. لطفاً نظر بدید.